آقای ثابتی، ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی مال قبل از انقلابه، یعنی قانون قبل از انقلاب اصلا نوشته شده که البته در مجلس این رو اصلاح کردن، عرضم به حضور شما قانون ابلاغ کردن. قانون بر خانه های در واقع مالیات بر خانه های خالی رو جز تکلیف وزارت راه، زمانی که خیلی خوب اتفاق میفته اینه که این سامانه تکمیل بشه. منتها در این حال خیلی بدونید سالهای سال در واقع این هم قانون و هم پیگیری‌های مفصلی صورت گرفت، ما نتونسته بودیم تا حالا برای یک خانه خالی هم قبض مالیاتی صادر کنیم. امروز که من خدمت شما هستم، برای 750 هزار واحد خانه خالی کشور ما به سازمان مالیاتی کشور در واقع اطلاعات قبض مالیاتی دادیم که باید در واقع براشون انجام بشه. اطلاعاتی که آخرین اطلاعاتی که من از سامانه دارم، حدود 60 هزار نفر از این 750 هزار نفری که ما با عنوان خانه خالی در واقع اعلام کردیم به سازمان مالیاتی کشور اعتراض کردن. خودمونم تو سامانه گفتیم اگر گفتن اشتباه بوده، بله اشتباه بوده، یعنی گفت خودمونم تو سامانه در واقع از مردم خواستیم که اگر اطلاعات اشتباه هست به سامانه مراجعه کنن، حتما اصلاح میشه. خب بعضیشون درست بوده، بعضیشون هم غلط بوده، ولی 60 هزار نفر تا الان ما اطلاعاتمون اینه که اعتراض کردن که این اطلاعات شما اطلاعات دقیق نیست، ولی بقیهش در واقع اعتراضی صورت نگرفته. ببین، هدف از مالیات بر خانه‌های خالی درآمد برای دولت نیست، بلکه درآمد مالیاتی برای دولت واقعا نیست، کنترل بازار. هدف در واقع اینه که ما بتونیم عرضه مسکن رو در بازار بیشتر کنیم تا کنترل قیمت اجاره رو در واقع افزایش بدیم. اما خب بالاخره اگر اتفاق نیفته، هر سال مالیات‌ها بر خانه و اینا خونه‌هاشون خالی بمونه، حتما هر سال مالیات‌های بیشتری بهش تعلق میگیره و عملا دیگه غیر اقتصادی میکنه که بله. در واقع در خونه رو خالی نگهداری کنه.